خب مگه بخوایم چپتر ایندکس دلخواه خودمون رو درست بکنیم در واقع باید یه منو درست بکنیم که یه مشخصات خیلی خاص داره که حالا میگم خدمتتون اول شما اد رو میزنیم اون چیزی که میخوایم به با عنوان بکراند اینجا داشته باشین این رو اضافه میکنید مثلا من این سندکس رو اضافه میکنم بعد همونطور که خاطرتون هست یه خورده من بالاتر دو مایز ده و حالا من یه خواهشی از دارم که به چیزهایی که گفته میشه خیلی خیلی دقت کنید چون یک دونه از اینا اگه درست انجام نشه سن ایندکستون اینو میتونیم به عنوان یه تمپلیت سیف بکنید اما تمپلیتی نیست که سن ایندکس بتونه بشه خب من اینجا میام و اگر شما دیده باشین توی این سن ایندکس ها ما یه نکس داریم یه پریویوس یا همون یه آیکونی که همه چیز رو میبره به منوی بعدی یا میاره به منوی قبلی همون چیزی که ما دقیقا توی آموزش قبلی هم دیدیم خب اگر شما بخواید اون رو اینجا ایجاد بکنید که باید توی درست کردن تمپلیت برای سن ایندکس ایجاد بکنید یک همچین فرمتی داره شما یه باتن باید ایجاد بکنید که دقیقا اسمش منظورم این تکسی نیست که توش دیده میشه اسمش اسم خودش و اسم اون چیزی که نرم افزار underline prev باید باشه که خلاصه خلاصه پریویسه توش حالا هر اسمی دوست داشتی بزنید مثلا من میزنم بک سنتر اینکلود هایلایت من اینجا میام تایتل سیف هم, هم آن میکنم ببینم چه جوریه جریان خوبه این اینجا باشه یه خورده هم میتونم این مرتبه برامش و فکر کنم دیگه نیاز نیست آفش بکنم یکی دیگه از اونها که در واقع میشه منوی اصلی ما باز اسمش خیلی مهمه اسمش حتما باید آندرلاین آپ باشه یعنی شما نمیتونید مثلا اینو اسم دیگه بهش بدین کار نمیکنه به اون صورت اگر اسم دیگه ای داشته باشه پس اولی پرو دومی آپ و سومی میتونم یه خورده این مرتب بیارم که جا داشته باشه ای و سومی اسمش آندرلاین نکست خواهد بود خب من برای اسمش هم میزنم اینجا فرزن نکست همونطور که گفتم اسم خود دکمه خیلی مهمه نه اسمی که شما توش میزنید و حالا برای این دکمه ها میتونم بیام اینجا بگم که مثلا توی کالر زمانی که سلکت شدن زرد باشن و زمانی که اکتیف شدن فرزن قرمز که شما نشدی نشد یه بار دیگه خب خیلی هم عشق نمیشه نارنجی شد بهتر باشه همونطور که اینجا می میتونیم تستش بکنیم که چه شکلی میشن اگه از شکل و شمالش راضی بودیم میتونیم سرا بریم سراغ مرحله بعدی شما میتونیم بیاییم توی یه قسمت استایل باتنز و یه دونه از این دکمه هایی که اینجا دوست دارین انتخاب بکنید یا اینکه شما یه دکمه ای رو خودتون دوست دارید اینجا درست بکنید و حالا اینجا این دکمه رو وقتی انتخاب کردید میتونید بیاید اینجا توی استایل یه اسیت بهش نسبت بدین که فریم شماست در واقع یعنی اون فریمی که اینجا دارین و یه شیپ اگر دوست داشتید الان مگه یه دکمه بیارم شما میبینید که هر دوتای اونها رو داره مثلا براش اسمال براش ببخشید اسمال دو یه خورده من ترش میکنم و همونطور که شما میبینید یه استارت فریم داره که دراپ زون دات تیف هشته و یه شیپ داره که براش اسمال دو دات پی او دشت اسمش خیلی مهم نیست اسمش اون اسمی خواهد بود که این چپتر ایندکس شما داره مثلا چپتر دوی من میتونم اسمشو بذارم پیر مرد اگر خودم هم بتونم ببینم بله درسته یا حالا هر کدوم از این چیزهایی که خواستید در واقع این اسم باتن این خواهد بود خب من اولی رو انتخاب کردم دو فومی رو همینجا سه که این میتونه باشه و یه خوردن شاید بعد نماشه این مرتب و به همین ترتیب راست یه خورده بزرگ هست شاید من دوست داشته دو باشم کوچیکترش بکنم البته خب بعد یه اندازه هم باشن که بیننده بتونه راحت ببینه اون تصویری که داخلشون هست رو تا بتونه اون تصویر یا سکانس مورد نظرشون انتخاب بکنه این دو که من یه خورده میارم این این یکی هم یه این هم یه, این هم یه خب همونطور که شما بینین الان من توی این مراحل تونستم یک تمپلیت درست بکنم که میتونه به عنوان یه سن استفاده بشه باتن های ما همونطور که گفتم باید به این شکل باشن یعنی یه باتن وجود داشته باشه که میتونه توش دراپ فریم ببخشید دراپ زون داشته باشه و علت این که میگم توش میتونه دراپ زون داشته باشه اینه یعنی که لب به لب برش نخوره یعنی شما برش خیلی تیزی از اون تصاویری که دارین نداشته باشین این دو های پایین خیلی مهم هستن اسم این نکست آپ و پریویس یا همون پرو و حالا شما اگر این منو رو به عنوان یک تمپلیت سیو بکنید میتونید براش ازش ازش به عنوان یک سین ایندکس استفاده بکنید خب برای این کار خیلی راحت شما میاد اینجا یک کنترل کلیک یا رایت right کلیک میکنید کرییت تمپلیت من اسم این template رو میذارم رادان چپتر ایندکس پروژیکت رو اگر شما تیک بزنید فقط داخل این پروژه این تمپلیت قابل استفاده خواهد بود ولی اگر نزنید توی تمام برنامه های بعدی هم میتونید استفاده بکنید یعنی دفعات بعدی که بخواید از این تمپلیت جاهای دیگه استفاده بکنید و سلف کانتینت اگر ویدیویی یا چیزی همراه این تصویر باشه رو توی یه دایرکتوری توی دی وی پروز نگه میداره که بعدا بتونه ازش استفاده کنه چون شما ممکن این پروژه رو تموم بکنید از تو هارد پاکش بکنید و حالا این تمپلیت نیاز داشته باشه به این ویدیویی که پشتش هست و استفاده شده من سیف کانتین رو میزنم سیو رو میزنم و حالا اینجا توی کاستوم تمپلیت کاستوم شما میبینید که من رادان چپتر ایندکس رو دارم قبلا یه همچی چیزی تقریبا اسم رادان سین ایندکس درست کرده بودم خب ما دیگه حالا با این کاری نداریم چون سیوش کردیم یه تمپلیت میتونیم بیام می توی منوی اصلیمون حتی من میتونیم پاک کنم دومی که درست کردم این اولد مووی ترک هم رو درگ بکنم روی صحنه های مهم کانکت تو ترک نه ست Assets ان کریت چپتر ایندکس نه و آخری که Create چپتر و همونطور که شما می میگه از اینها کدوم میخوای انتخاب کنیم من میگم کاستوم و رادان چپتر ایندکس اوکی رو به معنی که من میزنم دو تا منو اضافه میشه یعنی از یک دونه بیشتر شد بیشتر از 6 تا چپتر من داشتم حالا میتونیم سیمیلیت رو بزنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده صحنه مهم و همونطور که شما اینجا میبینید من دقیقا دکمه ها اون اوورلی رو که داشت دوست داشتم دارن برای این دکمه ها هم شما میتونید اوورلی خاص مد نظر خودتون رو بهشون بدین که چون قبلا توضیح داده شده بود دیگه توی این درس گفتم نیازی تکرار بشه همونطور که شما میبینین این دکمه ها اونهایی که اسمی بود اسمی که من بهشون دادم اسمایه فارسی رو گرفتن و اونی که چپتر بود که خب اسم خود چپتر میرم نکست حالا شما اینجا میبینید که ما یه دونه تامنیلم اینجا, اینجا داریم و یه بک داریم اون سه تا دکمه خیلی مهمه پایینی در واقع این کار رو انجام میدادن به نرم افزار این قابلیت و این امکان رو میدن که اگر شما تعداد چپترهای خیلی زیادی داشته باشین چون معمولا یه فیلم حدود سی چپتر داره بتونه بیاد 4 5 تا از اینا خودش به صورت اتوماتیک درست بکنه و نیاز نباشه شما هی بیاین و اینها رو کانکت بکنین و این همچین مشکلاتی داشته باشید خب من میام به منو و حالا همونطور که شما اینجا میبینید شروع فیلم به این شکل صحنه های مهم هم, هم به این صورت هست خب این هم از درست کردن چپتر هایی که باب میل خودتونه و خودتون دوست دارید